چرا دیوار؟ برای اینکه دیوار که دروغ نمیگه. دیوار تاریخ به یک آینه تمام قد میمونه، ذات ما رو هم میخونه. یادتون نره، من این دیوار رو دوست دارم، این دیوار رو نوشتار داره. از سوی دیگه اجازه بدید به این گونه عنوان کنم، این دیوار رو دوست دارم به خاطر اینکه فقط من و تونی جوانسال نیستیم، بلکه بچه های محله امید هم هستند. محله امید یک محله فیسبوکی است، دیجیتالی است. بچه های عجیبی در اون هستند. در این لابیرانت فکری با ما پاسکاری میکنن، نظر میدن، مطلب مینویشن. برای همینم هم دیوار رو دوست دارم به خاطر نوشتارهاش. بله، ما اولین برنامه‌ای که با تونی نازنین در تپش دادیم سپاتلایت بود، خیلی شیک بود. سعید نوشینفرد سنگ تموم برای من گذاشته بود، برای دکور و همه چی. بعد کاندان شد در همین اندیشه. حتی 12-13 هزار نفر در یوتیوب میزدن. البته با آقای گورگن نمیرسیم، آقای گورگن تا 2 میلیون هم رفت، ولی خب ما با 12-13 هزارش هم موافق بودیم. اما خرس خیلی آرام در آورد اون کاندان. حالا دوال با این بچه ها، با این نوشتار ها. ببینید، دوستی نوشته بود، بر احترام من این کاغذ ها رو اسمشون رو یادداشت میکنم به خاطر اینکه اونم به اونها هم به ما احترام گذاشتن، مطلب نوشتن. آقای رشید اعلم روی دیوار نوشته بود اگر نادان به دنیا بیاییم مقصر نیستیم، اگر نادان از دنیا برویم بسیار مقصر هستیم. بعد بلا فاصله وقتی این نوشتار رو میخوندم دیدم اکثر نوشتارهای بچه ها در این زمین است. چگونه میشود از متریکس خمینی گذشت و از این رژیم عبور کرد؟ یکی مسئله جنبش رو مطرح میکرد، یکی انقلاب رو مطرح میکرد. آقای سعید حاتمی نوشته بود آیا فقط میشه با کمک مردمی این رژیم رو انداخت؟ اشاره کرده بود به کمک مردمی. اولا یه توضیح بدم، نسل سوخته من که بازنده بزرگ این متریکس، بازی متریکس خمینی بود، چرا همونهایی که آمدن و در واقع جنجال کردن که این بزرگترین انقلاب تاریخ دنیاست، خودشون قربانی اصلی شدن. اما وقتی اشاره میشه به مردم، این مردم کی هستن؟ امشب خواهید دید همین مردم چقدر مرتکب اشتباه میشن علارغم همه دلاوری ها، همه به اصطلاح احساس های پاک و صداقت. ببینید در این آمریکا ما قربانی شدیم. اولین توضیح بدم بعد برم رو مطلب اصلی. به نظر من همیشه ملت ها قربانی یک نوشتار، یک کتاب میشن یا یک بیانیه، یک مانیفست. نسل من نسل بسیار آگاهی بود، نسل نادانی نبود، نسلی بود پروگرسیو ها، آوانگارد ها، اینتلکچوال ها توش بودن، تکنوکرات ها بودن، دنیا رو رفته بودن، همه امکاناتو داشتن، ترجمه ها رو دیده بودن، بهترین فیلم ها رو دیده بودن، همه امکانات رو داشتن. حالا خواهند گفت استبداد سیاسی بود، اونم بود، اونم جزء همین زیبایی ایران بود، اما بدسواد بودن، بسیار بدسواد بودن، مخصوصا وقتی این کتاب لعنتی دایی جان ناپلئون آمد. همه سوار دوش دایی جان ناپلئون شدن و گفتن هر اتفاقی که فردا خواهد افتاد درسته، کار انگلیسی ها نیست، امروز بهش فکر میکنیم. اما در آمریکا یک روزی هم مردم به همین جنبش ها فکر میکردن، فکر میکردن چگونه میشه از دست وال استریت فرار کرد، چگونه میشه از دست این شرکت های عظیم فرار کرد. آقای فرانک بوم آمد یک قصه بچگانه نوشت، The Wizard of Oz. همه بچه ها این فیلم رو دیدن،
میخواهید بگید انیمیشن، میخواهید بگید کارتونی، میخواهید بگید فیلم سینمایی، هر چه میخواهید بگید. The Wizard of Oz، دوروتی، یک دختر جوان، ناگهان با یک تورنادو به آخر دنیا پرتاب میشه، به یک جای دیگه از کانزاس پرتاب میشه. در نیمه راه سه یار پیدا میکنه به جز توتو سگش. نگاه کنید، یک مترسک، یک تین من و یک شیر ترسان. همه گفتن این یکی از زیباترین فیلم های به اصطلاح سرگرم کننده بچه ها بود. خانم جودی گارلند نقششو بازی میکرد. سالها بعد دوستان آمدن و داستان رو شروع کردن تحلیل کردن. میدونید این داستان چی بود؟ ای کاش در ایران دایی جان ناپلئون رو نمی نوشتن، حداقل ما شعور پیدا می کردیم. شما نگاه کنید، اون مترسگ که ما در واقع می زاریم در کشاورزی و در بیابانها یا در صحرا دشت، این نمودار کشاورز آمریکایی بود. تین من اون نمودار طبقه یک کارگر صنعتی آمریکا بود. اوکی؟ اون شیری که میبینید که بسیارم ترسو بود، اون یک شخصیت سیاسی بود به نام جنکیز برایان. اون مدعی بود که صاحبان قدرت، زر سالاران، نگاه کنید جاده طلاییه، با طلا دارن حق مردم رو میخورن، تمام طلاها رو اندوختن و دارن مردم رو به بردگی وامی دارن. بنابراین جنگ اعلام کرده بود، با جنگ نقره‌ای، خب یک جنبش نقره‌ای. اما ایشون هم جا زد. برای همین هم آقای فرانک برمن ایشون رو همون شیر ترسو به نمایش گذاشته. یک قصه کودکانه نموداره یک بخش عظیمی از تاریخ آمریکاست. برای همین هم ما همیشه معتقدیم هالیوود میدونه چه کار میکنه، هالیوود میدونه چه چیزی رو باید به نمایش بگذاره. اما شاید این درسی برای همه ما باشه. مخصوصا نگرانی من به گفته این دوستان، دلواپسی من از این نسل شیکه. میدونید من شاهد این بودم، حداقل به عنوان شاهد تقدیر تاریخ، که شما پنج نسل شیک ایرانی رو قربانی کردید. دیروزشون، امروزشون، فردا رو مصرف کردید. حالا که این بچه ها مطلب می نویسن، من نگران میشم. وقتی دوستی میپرسه همایون ایرانی، آیا بدون کمک آمریکا و اروپا میشه این رژیم رو انداخت؟ اوکی؟ خانم نگین خانم می نویسه این الیتی که شما صحبت میکنید که دنیا رو اداره میکنن چه کسانی هستن؟ آیا ما هم میتونیم در اونها باشیم؟ ببینید، بسیاری از این بدسوادهای سیاسی و تلویزیونی یا هرچه، اینایی که خیلی ادعا دارن بسیار میدانن، مدعیان که چنین چیزی وجود نداره. چنین چیزی وجود داره. الان این رو هم بگم، بسیاری از بچه های ایرانی در این به اصطلاح طبقه الیت حضور دارن. نگاه نکنید این پادوهای سیاسی رژیم رو، لابیستا رو نمیگم، بچه های دیگری هستن، قبول دارن حرفشونو. اما مهمترین است که من برای این بچه ها میگم اینه، شما بایستی مشخ خودتون رو بنویسید، بدونید چه اتفاقهایی میفته. دوست من وطن دوست، یک بار گفته بودم وطن پرست، توضیح داده بودن وطن دوست بگید، ایشون یه نکته قشنگی نوشته بود در جواب بچه ها که گفته بودن آینده چی میشه. گفته بود فقط این جمله رو یاد بگیرید: اتحاد جماهیر سوسیالیستی آمریکا، ایالات متحده اروپا. بسیار ظریفه. خواسته بود به شما بگه کجا میره دنیا، یا عده‌ای دارن دنیا رو به کجا میبرن. اما حرف من با این بچه ها چیه؟ شما میخواید جنبش را بندازید؟ میخواید انقلاب کنید؟ خب باید درسشو بدونید.
اجازه بدید یک نگاهی کنیم این جنبش بازی ها رو، این حرکت های خیابانی رو. خب اول باید بدونیم چیه، ساختارش چیه، چیکار میخواییم بکنیم. من با تانیه جوانسال گفتم بریم جنبش ها رو به این صورت نگاه کنیم. اول جنبش دانشجوی چین، حالا به انقلاب مخملین دیگرانم خواهم گفت، اول من میرم روی جنبش دانشجویی. چرا؟ ما هم تجربه کردیم، یادتونه این صحنه ها؟ بعد از مرگ ماو گروه دانشاوپینگ اومد، خواستن تحولاتی در چین به وجود بیارن. گارد سرخ بود، دانشاوپینگ در واقع میخواست یک تحولاتی به وجود، با امریکایی ها مراوده کرد، در مقابل شوروی ایستاد. و بعد دانشجوها آمدن. شما آیا این تصویر، تصویر گویای تمامی اون جنبش بود؟ اسمش گذاشتن جوان تانکی، جوانی که با دو پرچم در مقابل تمام کاروان تانکا ایستاد. درست تمام دانشجوها رو قتل عام کردن در میدان تیانمن، حیات پشتی بهشت اسمش این بود، ولی این جوان و تصویرش در تاریخ ماند، روی دیوار تاریخ، مثل احمد واتبی که تیشرت رو در آورد و شد به اصطلاح پوستر تاریخ، نه رهبر جنبش، پوستر تاریخ. چرا جنبش چینی ها شکست خورد؟ چون فقط جنبش دانشجویی بود. دانشجوها آدم های رویایی هستند، آرمانگرا هستند، احساساتی هستند. نتوانستن جامعه چین رو، اون جامعه عظیم رو با خودشون هماهنگ کنن. ضمن این که همون گونه که در ایران اصلاح طلبا کلک زدن، رو دست زدن به جوانا دانشجوها، در چین هم همین قضیه بود. حد داشت، خط قرمزهایی داشت این مبارزه دانشجویی. حتی شما میدانید که پسر دان شاوپینگ فانگ به خاطر آنکه نگفته بود پدرم، یا در اعترافات زیر شکنجه، پدرم با امپریالیزم آمریکا از طبقه سوم ساختمان انداخته بودن و تا هنوزم فلج و رئیس کمیته پاراولمپیک چینه. بنابراین فکر نکنید بازی اینها، نه بازی نیست. شما باید شرایط جهانی، شرایط بومی رو در نظر بگیرید. چقدر مردم میان پشت سر شما؟ آیا مردم این گرایش یا این به اصطلاح حق رو میدونن برای خودشون که بیان؟ بارها تونی جوانسال برای من از جنبش دانشجویی صحبت کرده. خانومی بود مونا زاهد، ایشون فیلم برداری کرده بود اون جنبش ها رو. با آقای منوچهر محمدی من حرف زدم. ببینید آخرش به یک جایی میرسید. جنبش دانشجوی ایران یک جنبشی بود مثل آنومی، یعنی یک نوزادی که بیهنگام وارد بازی شد. حالا اجازه بدید یک بخشی از این رو که آقایی به نام سربخشیان تحقیق کرده بود و ما پیدا کردیم، چون گویای حرف هاست، در واقع تصویر یک تاریخی است که اصلاح، یادتون زمان اصلاح طلبا بودا، زمان آقای سید خندان بودا، زمانی که موج فوتبال ایران رو فرا گرفته بود، همه امکانات بود که دانشجوها پیروز بشن. اما من نواری دارم که آقای صدرالاسلام، رئیس کمیته کشتار، بیان میکنه که اصلاح طلبا آقایان آمدن، که حرفش مثل اینکه بهزاد نبوی و تاجزاده و اینا بودن، گفتن از دست ما خارج، شما انجام بدید، شما کنترل کنید. یک درجه به این گزارش هم گوش میکنیم. پس فیلمم رو یواشکی عوض کردم و سریع به سمت روزنامه رفتم. حدسم درست بود و عکسی که گرفته بودم کار خودشو کرد. سعید عجریان که مدیر مسئول روزنامه بود از تأثیر عکس و صحبت‌های مطرح شده در جلسه هیئت دولت فردای اون روز میگفت که همین یک عکس برای نشان دادن سرکوب رژیم کافیه.
چند روز بعد نشریه شلمچه همون عکس و دستکاری و فتوشاپ انجام شده توسط تیم حجاریان نامید. ناشیانه چند مونتاژ رو برای اول روزنامه چاپ توجه داشته باشید.